مشخص شدن اولین وزیر کابینه پزشکیان وزیر امور خارجه با ما همراه باشید راجبش صحبت میکنید سلام امران همیشه ای کانال زرد تیوی به کانال خودتون خوش اومدید خب همونطور که میدونید چند روزی هستش که بعد از اعلام نتایج انتخابات و پیروز شدن دکتر پزشکیان یه کارگروهی تشکیل شده و یه تعداد از نزدیکان و مشاوران دکتر پزشکیان دارن گذینه های مختلف رو برای وزارت خونه های مختلف و تشکیل کابینه بررسی میکنن که در نهایت برای هر کدوم از وزارت خونه ها و اعضای دیگر کابینه دکتر پزشکیان افراد مناسب تر رو انتخاب کنند. این کارگروه بر اساس مترو های مشخص قراره که وزرا رو مشخص بکنه مثلا همونطور که توی ویدیوهای قبلی هم گفتم قراره که میانگین سنی وزرا بیشتر از 55 پنج پنج سال نباشه و سعی بشه که اکثر اونها جوان باشن همینطور سعی میشه که بیشتر وزرایی که انتخاب میشن قبلا سابقه ی وزارت نداشته باشن و برای اولین بار به عنوان وزیر توی یه وزارت خونه مشغول به کار بشن این تصمیم رو پزشکیان و کارگروهش برای این میگیره که هم نیروهای جوون رو به وزارت خونه ها تزریق بکنه همین که اون ایده های قبلی که توی وزارت خونه ها انجام میشده دوباره تکرار نشه و ایده های نو وارد هر کدوم از سازمان ها و وزارت خونه ها بشه. در راستای همین جلساتی که کارگروه دکتر پزشکیان تو این چند روزه انجام داده توی انتصاب و انتخاب چند تا از وزرا به جنبندی نهایی رسیدن ولی هنوز به قطعیت نرسیدن ولی خب وزارت امور خارجه مثل اینکه با بقیه وزارت ها فرق میکنه و تکلیفش تقریبا مشخص شده به گفته یک منبع آقا مشاوران و کارگروه انتصاب مستقر در دفتر دکتر پزشکیان تقریبا به جمعبندی نهایی در مورد وزیر امور خارجه رسیدن و محتمل ترین گزینه برای وزارت خارجه آقای دکتر عباس عراقچی هست خیلی ها بینی کرده بودند که با ورود محمد جواد ظریف احتمالا اگر پزشکیان رأی بیاره و رئیس جمهور ایران بشه وزیر امور خارجه در دولت اون احتمالا محمد جواد ظریف هست ولی خب به خاطر نزدیک بودن محمد جواد ظریف به پزشکیان خیلی ها احتمال میدادند که احتمالا اون یا معاون اول پزشکیان خواهد شد یا معاون سیاسی اون که خب درجه و رتبهش بالاتر از وزیر امور خارجه است ولی خب روز گذشته هم خود محمد جواد ظریف یه مصاحبه انجام داد و گفتش که من قطعا توی دولت پزشکیان نخواهم بود و همونطور که قبلا هم صحبت کردیم قراره که نیروهای جوانتر که قبلا سابقه وزارت نداشتن رو وارد وزارت خونه ها بکنیم صحبت هایی که مشابه اون رو هم آذری جهرومی امروز انجام داد و گفتش که من قصد دارم درسم رو تکمیل بکنم و تمایلی به ورود به کابینه پزشکیان ندارم و نمیخوام توی هیچ کدوم از وزارت خونه ها مشغول به کار بشم. اما اینطور که مشخصه و به گفته این منبع آگاه آقای عباس عراقچی تقریبا انتخابش به عنوان وزیر امور خارجه قطعی شده و کارگروه های مشورتی دفتر رئیس جمهور ایران درباره او به جمعبندی نهایی رسیده و اگر اتفاق خاصی نیفته احتمالا ایشون به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه به مجلس معرفی خواهد شد حتی این منبع آگاه مدعی شده که توی روزهای اخیر با چند تا از رهبران گروه های مقاومت و مسئولین کشورهای مختلف هم در مورد وزیر جدید امور خارجه مشورتی انجام شده و در نهایت بعد از این صحبت هایی که انجام گرفته آقای عراقچی رو برای این پست و مقام انتخاب کرد. عباس عراقچی دیپلمات و سیاستمدار قدیمی ایرانی متولد سال 41 هست و در حال حاضر 62 سالشه. و خب هفت سال بزرگتر از اون میانگین پنج و پنج سالی هستش که برای وزرا وزر مشخص کردن ایشون معاون سیاسی وزیر امور خارجه در دوره محمد جواد ظریف هستش و در دوره دوم یعنی از سال 96 تا 1400 به عنوان معاون سیاسی وزیر امور خارجه در دولت حسن روحانی مشغول به کار بودش ایشون در دولت احمدی نژاد هم سمت داشتن و در سال 92 از 21 اردی بهش تا 9 شهری ور یعنی حدودا 4-5 ماه به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه در وزارت خونه ی علی اکبر سالهی مشغول به کار بودن ایشون سابقه ی طولانی در وزارت امور خارجه دارن و در فاصله سالهای 86 تا 90 در زمان احمدی نژاد سفیر ایران در ژاپن بودند و در سالهای 78 تا 82 در زمان سید محمد خاتمی سفیر ایران در فنلاند و سفیر ایران در استونی بودند بردرزاده ایشون سید احمد عراقچی هم به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی در دوره ولی الله سیف در زمان حسن روحانی بودند که در اون پرونده اختلاس در 24 مهر 1400 بازداشت شدن و به حکم دادستانی به 8 سال حبس محکوم شدن اما چند وقت بعد توسط دیوان عالی حکم ایشون نقض شد و از زندان آزاد شدن اما برگردیم به عباس عراخچی وزیر احتمالی پیشنهادی دکتر پزشکیان توی دولت چهاردهم جدا از سوابق مختلفی که ایشون توی وزارت امور خارجه داشتن خیلی ها ایشون رو به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در گروه پنج به علاوه یک در ویان میشناسند که خب تاثیر زیادی هم در قضیه برجام داشتن و خیلی ها معتقدن که نقش عباس عراقچی در قضیه برجام و برداشته شدن بخشی از تحریما حتی از جواد ظریف هم بیشتر بوده و خب دکتر پزشکیان برای بهبود روابط با غرب احتمالا میخواد عباس عراقچی رو به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب بکنه تا مثل اواخر دهه نوت یه مقدار اوضاع روابط خارجی ایران بهبود پیدا بکنه نظر شما چیه دوستان؟ به نظرتون آیا عباس عراقچی وزیر پیشنهادی امور خارجه خواهد شد آیا مجلس به اون رأی اعتماد خواهد داد؟ به نظرتون میتونه وزارت امور خارجه با حضور عباس عراقچی بهبود پیدا بکنه و روابط بین المللی ایران بهتر بشه و همین کمک بکنه که تحریم ها کمتر بشه و وحیشت مردم بهتر بشه شرایطش حتما نظراتتون رو بر ما کامنت بکنید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید